ادامه واکنش ها در پیوند به حمله پسین امریکا در کابل. اتحادیه صرافان و بازرگانان در پایتخت گرده هم آمدند و با شعارهای مرگ به امریکا حمله پسین این کشور در کابل را نکوهش کردند. معترضان حمله امریکا در کابل را تجاوز آشکار به خاک افغانستان می دانند و تأکید دارند که نباید کشورهای مستقل و آزاد مورد حمله قرار بگیرند. زموش خبره فقط د خپل خاورې په خاطر د خپل استقلالیت په خاطر د خپل خلکو په خاطر باندې ده ولی موږ دغه نه عاجز یو ولی موږ دغه نه بیچاره یو چې هر جابر مملکت راځي او موږ پر خاورې باندې تعرض کوي جای بسیار تاسف است دوستای نهایت گرامی کشوری که عامی بشر خود میدانه در تمام جهان قتل مردم توسط خودش صورت میگیره مانند افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین یک کشوری که عامی بشر خود میگیره و بشر نمان مرگ به امریکای خائن. برخی ها هم به این باورند که امریکا در تلاش راه اندازی جنگ تازه با مردم افغانستان است و میافزایند که مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و به صلح نیاز دارند. چه مونگ پخپل وطن که تجاوز نغوارو مونگ دو جنگ نستیو مونگ پده وطن که دوباره جنگ نغوارو زکا جنگ زمونگ نا انسانان کربانوی جنگ زمونگ نا وطن اورانوی نشست تاشکن 80% منافع افغانستان بود نشست شانگهای تقریبا منافع 80% افغانستان بود امریکا عمل را انجام داد کمی نشست ها را و امید استاورت ها را ضرب صفر با یک راکت کنه. در این میان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم که در این راه پیمایی اشتراک کردند از جهان میخواهند تا جنگ را یک بار دیگر در افغانستان دامن نزنند. افغانستان طول خصوصی سکتور پدی بانی خپکیجی چې د افغانستان امنیت تهدید کیږي موږ پر ټول جهان باندې راغ دی چې د افغانستان د امنیت د تهدید څخه خلاص واخلي افغانستان یو آزاد مستقل او هر هیواد دی. پس از پایان این راه پیمایی اتحادیه صرافان با صادر کردن قطعنامه نمادهی از امارت اسلامی خواهان پیگیری جدی همچون رویدادها از سوی کشورهای جهان شدند.